بدبخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ای ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 ای از بنیاد آینه چشم به راه التیماتوم مشروط خواهان چون آن پاسخ را فرستادند چشم به راه جنبش دولتیان نشستند شب چهارشنبه یکم مهر با همه مهلتی که عین دوله داده بود از همه سنگرها جنگ برپا و تا نزدیکی بامداد آواز شلیک بلند می بود این جنگ های شبانه هنایش دیگری در شهریان می داشت و در آن آرامش شب آواز توفنگ ها دیگر گونه شنیده می شد چنان که گفته ایم در این شبها دو ساعت از شام گذشته از بیشتر خانه ها آواز ازان برمی خواست و بسا رو می داد که آواز ازان با شلیک توفنگ به هم درامیخته قوقای شگفتی برپا می کرد روز چهارشنبه در شهر شور دیگری برپا و مردم همه گفتگوی فردا را می داشتند که جنگ آغاز خواهد شد و به آمادگی می کوشیدند. از آن سوی در بیرون شهر دولتیان بیکار ننشسته سپاه جابجا جا, به جا می کردند از آن جمله دسته هایی را از قزاق و سوار از لشکرگاه شاترانلو به دوچی می فرستادند. نیز چون سالار عرفع بایستی با دستهای خود از قراملک به تاخت پردازد، این دوله سوارانی را از راه جنوب شهر پیش او میفرستاد. چون از شهر آن سواران دیده میشدند، از سنگر مارالان توپی به سوی ایشان انداختند. نیز امروز سپاه ماکو از صوفیان برخواسته روانه شهر گردیدند و در آنها خاتون که جا برای ایشان آماده شده بود فرود آمده به سنگربندی پرداختند. از سنگر امیرخیز دو تیر توپ به سوی ایشان انداختند. به گفته بلوای تبریز با زبان گلوله پیام خوش آمدید فرستادند. درباری اردبیلی می نویسد امروز بار دیگر تلگراف از محمد علی میرزا رسید که باید کار شهر دو روزه پایان پذیرد. شب پنجشنبه شنبه قوقای بیمانندی بود و تا سفیده بامداد گلوله بر سر سنگرها میبارید. امشب کمتر کسی خواب به چشمش رفت. روز پنجشنبه شنبه که سردسته مهلت سپری میشد، از دولتیان تکانی دیده نشد. سردار و سالار دستور دادند برای یادآوری چند تیر توپ از سنگرهای شهر به لشکرگاه شاترانلو و آناخاتون و دوچی انداختند و چون پاسخی از آن سو نرسید اینان نیز خاموش شدند گویا و دوله چشم به راه لشکرهایی می بود که بایستی امروز برسند از جمله دسته های انبوهی از سپاه ماکو امروز رسیدند از این سو در شهر شور بیشتر از دیروز برپا شده دسته دست مردم از کوی ها به انجمن آمده جان بازی از خود نشان میدادند و پاره ای از ایشان کفن به گردن انداخته بودند واعظان به گفتار پرداخته مردم را به آرامی خواندند شب آدینه سوم مهر همچنان شلیک شنیده میشد ولی مجاهدان کمتر پاسخ میدادند گاهی نیز قررش توپ یا بمب به گوش می رسید. روز آدینه روز بس پرشور و بیمناکی بود. به هنگامی که آفتاب تازه دمیده سر از کوهسار بیرون می آورد و هنوز بیشتر مردم پس از بیداری دیشب آرامش هنگام بامداد را فرصت جسته در خواب می بودند که ناگهان قررش نخستین تیر از دهانه توپ دوچی آرامش و خاموشی را به هم زده آوایش در سراسر شهر پیچیده پیاپی آن تیر دوم و تیر سوم قررش خود را به گوش ها رسانید اندکی نکشید که توپ های دشت شاترانلو به کار پرداخته گلوله های پیاپی بر سر مارالان و خیابان بارانید نیز از سپاه ماکو توپ ها به قررش برخاست. هر کسی دانست داستان چیست بمباردمانی که دیروز بایستی آغاز گردد امروز آغاز گردیده چهارده توپ از سه جایگاه گلوله بارند. از این سوی های شهر نیز از چند جا به پاسخ پرداختند امروز دیگر جنگ رسمی است جنگی است که دولت آگاهی آن را از پیش پراکنده سرکردگان که این زمان شاید بیش از سی تن از ایشان در پیرامون تبریز فراهم می بودند، امروز داد دولتخواهی خواهند داد. چهار ساعت کمابیش تنها گلول باران توپ در کار بود ولی در دو ساعت به ظهر آواز شیپور از دوچی آگاهی پیشرفت را داد و ناگهان از سراسر سنگرها از سر خیابان گرفته تا پل آجی جنگ و شلیک آغاز شده هنگامه ای برپا گردید که کسی که ندیده با گفتن نخواهد دریافت شجاع نظام که همیشه در این جنگ ها پیش آهنگ می شد با 500 تن سواره و سرباز از مرندی و شاه سبن با تبل و شیپور به سنگرهای بازار که بیش از چهل پنجاه تن پاسبان نمی داشت تاخته از هر سوی آتش بارانیدند. نیز دستهای ای قزاق از پشت بام بازار به پیش آمدن پرداختند. از آن سوی از مغازه های مجید الملک و آلی قاپو و سوی پل سنگی و چند راه دیگر به خیابان و نوبر تاخت آوردند. در همان هنگام لشکرهای دشت شاترانلو از سر مارالان و از بالای خیابان فشار سختی می آوردند. از این سو امیرخیز که بیش از همه بایستی به آنجا پردازند و از میان بردارند از دو سو تاختهای بسیار بیمناکی به آنجا میشد. یکی از سوی پل آجی که سپاهیان ماکو همچون سیل راهی گردیده رو به سوی پل آجی پیش می آمدند دیگری از سوی دوچی که باز از چند راه از جلو و از چپ و از راست به فشار پرداخته و دیوارها را شکافته تا نزدیکی انجمن حقیقت پیش آمده بودند و آنچه زور می داشتند به کار می بردند. در بلوای تبریز می نگارد امروز خود رحیم خان تفنگ برداشته به جنگ برخواسته بود و با سواران خود از راه دوچی تاخت آورده و توپی پیرا در گورستان سید ابراهیم نهاده به سنگرهای مجاهدان میبست. چنان که هفته توپ بر سنگرهای دروازه استانبول زد و مجاهدان ویجویه و کردرلو که در این سنگرها می بودند خود را نباخته از جا در نرفتند. یک گلوله توپ به سنگر برخورده و آن را از هم پراکند و خود آن ترکیده حاجی جوان دلیر کردرلو را از هم پرانید. چنان که خون آن جوان و پاره های گلوله و سنگ های سنگر را با هم در یک جا به سر و روی مشهدی حسین و مشهدی سیف الله کردرلو زد. ولی اینان پروا نکرده از کار خود باز نماندند. نیز می نویسد در سوی کوچه ایرانچی مجاهدان که در سنگر پیش سرگرم تیراندازی می بودند و آنجا بالا ای می بود گلوله توپ یک بر آن را برداشته محمد جعفر نام مجاهد را با خود برد. دیگر مجاهدان ایستادگی نتوانسته به گرجی بمبندازی که همراه می بود گفتند بمب بیاندازد و گرجی که زبان نمیفهمید خواست ایشان در نیافت. مجاهدان جای ایستادن ندیده به سنگر دیگر پس کشیدند ولی سواران گرجی را زده جنازه او را به اسلامیه بردند سردار دستور داد دوباره بمبنداز و تفنگچی به آن رزمگاه خونین درآمده با هر کوشش می بود سواران را از آن کوچه و خانه بیرون کردند در این هنگام گلوله به پای محمد خان برادرزاده سردار خورد و آن جوان دلیر از پا افتاد احمد نام مجاهد او را برداشته تا انجمن حقیقت رسانید. در گرماگرم این کشاکش ها سالار ارفع با دسته های خود از سواره و سرباز همراه تفنگداران قراملک و اسکو از راه حکماوار و آخنی پیش آمدند. و چون در حکماوار جز در چند جا سنگر بسته نشده و جز مجاهدان کمی در اینجا نمی بودند کسی جلوگیری نکرد و آنان خود را به درون کوی رسانده به پیشرفت پرداختند. قراملکیان و تفنگداران خود حکماوار و لوتیان اسکو پیش رو می بودند و شلی کنان پیش می آمدند. پشت سر آنان دسته های دیگر می رسیدند و به هر کوچه که دست می یافتند تاراج می کردند و بیباکانه پیش می رفتند و چونین می خواستند اگر سپاه ماکو به شهر درآمد اینان خود را به آنان رسانند. این خود نشدنی است که ما بخواهیم حال شهر را در امروز چنان که بوده بستاییم. سی هزار تن از یک سو پانزده هزار تن از سوی دیگر به جنگ پرداخته گلوله بر سر یکدیگر میبارانند و گاهی که آتشباران تندی میگیرد دست کم در هر دقیقه چهل هزار تفنگ توهی می شود و قررش های توپ و آوای نارنجک نیز در آنها در میآمیزد. مردم دست دسته دست در تکان و جنبشند و به همدیگر که میرسند چگونگی جنگ را میپرسند. مجاهدان گروه گروه از این سو به آن سو می شتابند. چه بسا زخمی یا کشته که به دیده بر می خورد. چه بسا ناله ها و گریه ها که شنیده می شود. چهره ها برافروخته و چشم ها از این سو و آن سو در جست و جوست. کسی نمی داند از پس آن کشاکش چه نمایان گردد. اگرچه ترس به اندازه روز بیستم شهریور نیست ولی جنگ با دامنتر و پافشاری دولتیان بیشتر و فریاد و قوقا بلندتر است. نافیروزی دولتیان بدین سان جنگ و خونریزی پیش می رفت و چون تاخت را دولتیان کرده بودند در آغاز روز فیروزی در سوی ایشان می بود و در بیشتر جاها پیشرفت هایی کرده و هر یکی از سردستگان مجده فیروزی خود را به عین و دوله یا به سپهدار میفرستاد. ولی کم کم مجاهدان در هر کجا به آنان چیرگی نموده بازگشت دادند و هنگامی که روز از نیمه میگذشت نشانه های فیروزی در سوی مجاهدان نمایان گردیدن آغازید. نخستین مجده از رزمگاه بازار نیم ساعت پس از نیم روز رسید حسین خان با مجاهدان دولتیان را شکسته و باز پس راندند و شیپورهایی که می نواختند به نشانی فیروزی از دشمنان گرفتند. سپس مجده از چیرگی خیابانیان رسید که دشمن را از هر سو باز پس راندند. سردار و همراهان او نیز در امیرخیز با همه انبوهی که دشمن می داشت و آن پافشاری ها که می نمود در سایه دلیری و ایستادگی همه را پس نشاندند. سپاه ماکو با آن دلیری که می جنگیدند و با آن گلول باران سخت که می نمودند و با همه پیشرفتی که یافتند خود را به شهر نتوانستند رسانید. از سوی مغازه های مجد که سواران مرند و یورچی و سربازان قزوین به سنگرهای نوبر تاخته بودند، در گرماگرم -گرم جنگ بمب به سوی آنان انداخته شده، هفت تن به خاک افتاد و دیگران بازگردیده رو برتافتند. چهار تن از کشتگان ایشان که بازمانده بود، حاجی خان پسر علی موسیو داد، شسته و کفن کرده به خاک سپردند، اما در حکمابار که قراملکیان و دسته های سالار ارفع تا درون کوی پیش آمده بودند، در نزدیکی میدان بزرگ از سنگر گلوله ای به ایوز علی اسکویی که یکی از لوتیان به نام آذربایجان و در این جنگ از پیش جنگان می بود، رسیده او را سخت زخمی کرد و او را چون بازگردانیدند، دیگران هم بازگشتند. و چون از شهر نیز آگاهی از پیشرفت دولتیان نمی رسید، اینان ایستادن نتوانسته هنگام پسین به قراملک بازگردیدند این است داستان یک روز دیگر از روزهای بیمناک تبریز این است نتیجه التیماتوم عین دوله به نوشته بلوای تبریز امروز سی تن کمابیش از مجاهدان کشته و به همان اندازه ها زخمی گردیدند ولی از دولتیان سیصد تن کمابیش نابود شدند امروز 540 توپ کمابیش انداخته گردید. در استانبول و قفقاز و عطبات و پاریس و لندن که ایرانیان و ایران دوستان نگران می بودند، انجمن ایالتی به دستیاری انجمن سعادت به همه جا مجده فیروزی تلگراف کرد. از آن سوی در تهران که امیدها به این جنگ بسته و محمد علی میرزا چشم به راه تلگراف های مجد آمیز می بود، نمیدانم عین و دوله چه آگاهی فرستاد و چه بهانه ای پیش کشید. دو تلگرافی که در همین روزها از تهران به رحیم خان فرستاده شده و ما آنها را در دست می‌داریم از آنها پیداست که در باغشاه امید بی اندازه به امروز بسته و آن را آخرین روز ایستادگی تبریز به شمار میآوردهاند. سپس هم سرکردگان با همه شکستی که یافتند و کاری از پیش نبردند، جان فشانی های خود را به تهران آگاهی داده و چشم به راه پاداش بودند. اگر هم دیگران این کار را نکرده اند، رحیم خان کرده. آن تلگراف ها را در اینجا می آبریم. یکی از آنها در این باره است که چون پیش از رسیدن عین دوله به تبریز دولتیان فشنگ کم داشتند، گویا رحیم خان از کیسه خود فشنگ خریده و به سواران داده بوده و این زمان تلگراف کرده از تهران پول آنها را میطلبیده نیز پاداش های دیگر میخواسته در پاسخ آن حاجب و دوله که در دربار هوادار رحیم خان به شمار می رفت شب 28 شعبان تلگراف پایین را فرستاده و چونین پیداست که همان شب میانه باقشاه و سرکردگان گفتگوی تلگرافی فراوان در کار بوده. از باغ جزو حضوری، خدمت جناب عجل آقای سردار نصرت دام و الان که سه ساعت از شب رفته است، تلگراف شما را پیش جناب عجل آقای سپهسالار اعظم دام و اقبالو ملاحظه کردم. الحق عجب موقع این شکایت است عجب موقع خدمت گذاری حالا چه این توقعات است اگر قیمت فشنگ شما عیب کرد یا اگر مورد مرحمت نشدید تمام دارایی من در تبریز و تهران مال شما به خدا در این موقع ابدا جای این گونه اظهارات نیست تمام سوار و قشون ایران در این موقع جان به کف ایستاده شما این قسم تلگراف می کنید؟ تعجب است و حالا سریح به شما می نویسم. دولت از دادن فوج و سوار و قیمت فشنگ و غیره به هیچ وجه از شما مزایقه نخواهد کرد. از روی غیرت و همیت خدمت می کنید و اسم خودتان را در میان تمام سرداران ایران بلند می کنید. از مال نترسید که من زامن شما شما تا به حال همه نوع خسارات مالی و جانی تحمیل شده اید. در این مورد که آخر کار است، از این عنوانات شما می ترسم، عذر بهانه به دست نیفتد و شما را سبب قرار ندهند. در پیشرفت کار کوتاهی نشود، زحمات شما در این مدت هدر نرود و بنده هیچ صلاح نمی دانم در اقدامات فردا کوتاهی از طرف شخص شما بشود. قهرمان حاجب و دوله تلگراف دیگر در این باره است که گویا پس از جنگ رحیم خان جانفشانی های خود را به تهران آگاهی داده. امیر بهادر در پاسخ آن شب یکم رمضان تلگراف پایین را میفرستد. جناب جلالت معاب، سردار نصرت، دام و مجدو. تلگراف شما را خوانده خدای متعال میداند که از محاسن خدمات و بروز رشادت و غیرت شما چقدر مسرور شدم. در حقیقت تمام چاکران و خانزادان دولت باید مراسم جان و مردانگی از شما تعلیم بگیرند که به هیچ وجه فروگذاری نکرده اید. الله به قدری مراهم کامل ملوکانه ارواح و شامل احوال شما خواهد شد که مافوق بران متصور نباشد. سپه سالار اعظم بازگشت سپهدار از هواداری دولت جنگ سوم مهرماه که با شکست دولتیان به پایان رسید، دوره دیگری در تاریخ جنگ های تبریز باز کرد. مردم از ترس در آمده. این دانستند که یک شهری چون درفش مردانگی برافراشته دست یافتن به آنجا کار بس دشواری می باشد. هواداران دولت نومید شدند، نام عین و دوله خار گردید. سپاه ماکو همچون دیگر سپاه ها به شما رفت. مردم دوچی به سطوح آمده به گله برخواستند. ترانه های ریشخند آمیزی به زبانها افتاد و بچگان بر سر کوچه ها خواندند. اردوی ماکو دوش و بدی لنگ اهل دوچی گلو بدی تنگه. در همین زمان هاست که سپهدار نیز از هواداری دولت بیزاری جسته با دسته های خود از کنار تبریز بازگشت. هم خواهیم دید که مجاهدان که تا این هنگام بیش از همه به جلوگیری می پرداختند از این زمان عنوان تاختن گرفته و به یک رشته فیروزی های پیاپی پی رسیدند. روز آدینه که آن جنگ بزرگ روی داد شب شنبه باز از سنگرها آواز تفنگ شنیده می شد. روز شنبه هنگام نیمروز بار دیگر جنگ آغاز و دولتیان از مارالان و سر خیابان و از این سو از راه پل آجی بازار رزم را گرم ساختند و خود شگفت می نمود که پس از آن قوقای دیروز بار دیگر به زورازمایی پردازند. تا غروب هنگام برپا و قرش توپ و آوای تفنگ در کار بود تا آرام گردید. روز یک شنبه پنجم مهر با آنکه روز یکم رمضان و مردم شهر و بسیاری از دولتیان روزه می گرفتند باز از نیم روز به تاخت و جنگ برخواستند شنیدنی است که در این هنگام که رمضان رسیده بود همانا رحیم خان از حاجی میرزا حسن پرسیده که روزه بگیرد یا نه و نماز را درست بخواند یا کوتاهتر و حاجی میرزا حسن با خط خود پاسخی نوشته که چون در دست ماست همان را در پایین میآوریم. جناب سردار نصرت مدتی است در شهر تبریز است باید نمازش را تمام کند و روزه بگیرد اینکه گاهی به اردو میروند روند مزر نیست باید روزه بگیرد و نماز را تمام کند و سلام مهر حاجی میرزا حسن از اینجا هویداست که آدم کشیها و تاراجگریها که می کرده اند آنها را گناه نمی شمارده همی اند در هر کاری با دستور شر راه روند. باری در این زد و خوردها بیش از همه سپاه ماکو دلیری می نمود و چون راه شسه جلفا را که از روی پل می گذشت روسیان ساخته و خانه هایی در این ور و آن ور بنیاد نهاده بودند کردان آن خانه ها را پناهگاه گرفته دلیرانه به جنگ می پرداختند از این سوی سردار سخت می که به آن بنیادهای روسی گزندی برسد و بهانه به دست روسیان افتد این است از توپ بستن به آنجا خودداری می کرد و این خود به دلیری کردان می افزود. در این روز در گرماگرم گرم جنگ ناگهان سواران و سربازان دولتی از قراملک بیرون تاخته خواستند توپ را از سنگر گامی شبان برو بایند. نگهبانان توپ به جلوگیری پرداختند و جنگ سختی در گرفت. دولتیان کاری از پیش نبرده از لاک دیزج مالهایی تاراج نموده بازگشتند. بدیمسان تا غروب خروش توپ و آوای توفنگ از چند سوی شهر شنیده میشد. روزهای دوشنبه و سهشنبه آرامش بود. در این دو روزه بار دیگر نمایندگانی از عین و دوله رسیده گفتگوی آشتی می نمودند. از یک سو ناتوانی و درماندگی در برابر ایستادگی آزادی خواهان و از سوی دیگر های تهران و فشار نمایندگان سیاسی انگلیس و روس به شاه این و دوله را وامی داشت که دوباره رشته آشتی به جنباند. ولی چون راستی در کار نمی بود و به نتیجه این نینجامید ما نیز به آن نمی پردازیم. شب چهارشنبه قوقای بس سختی برپا بود. سواران از دوچی و ششکلان و باغ میشه به زورازمایی برخواسته از چند جا تاخت آوردند. مجاهدان به جلوگیری پرداخته ایشان را باز پس نشانیدند و سنگری از دست ایشان درآوردند. ولی در آن میان سواران فرصت یافته دلال زن بازار بزرگ را که در دست ایشان می بود تاراج کردند. نیز از سوی امیرخیز تاخت می کردند و پس نشستند. روزنامه انجمن می نویسد آن روز دسته های تازه از سواران به سنگرها فرستاده شده و اینان می بودند که می زور خود بیازمایند. روز چهارشنبه آرامش بود. روز پنجشنبه شنبه نهم مهر چون در جنگ های چند روزه سواران ماکو خود را به این بر پل آجی رسانیده در خانه های روسی و در کاروان سراها استوار نشسته بودند مجاهدان میکوشیدند از آنجا بیرونشان رانند و به جنگ برخواسته بودند سردار کس فرستاد که دست از جنگ بردارند روز آدینه آرامش در کار و چون راه سردرود باز شده گندم و خوردنی به شهر می آمد، اندک فراوانی هم پدیدار بود یکی از گرجیان که در جنگ زخمی شده و درگذشته بود امروز جنازه او را با شکوه بسیاری راه انداخته زیر خاکش کردند در این روزها سپهدار از عین الدوله کناره جسته آهنگ بازگشت می داشت. پس از زورازمایی روز سوم مهر که به نتیجه نرسید، این و دوله و سپهدار به یک بار نومید شده بودند و سپهدار چون رنجیده نیز می بود می خواست بازگردد و در نهان با سردار و سالار و سردستگان آزادی هایی به هم می فرستادند. مشهدی محمد علی خان می گوید نخست سپهدار با زبان رشید الملک پیام فرستاد که میخواهم به شهر آمده با شما دیداری کنم و این جنگ خانگی را به پایان برسانم. اینان پاسخ می دهند خودش نیاید و کسی را بفرستد تا بدانم چه می خواهد. این است که منتصر الدوله پیشکار او همراه رشید الملک به شهر آمد و با سالار و سردار و پار نمایندگان انجمن گفتگو کرد. در این زمینه که سپهدار به شهر آمده به آزادی خواهان یاری کند و با دولت بجنگد. اینان گفتند این لشکرهای دولت که گرداگرد تبریز را گرفته اگر چند برابر هم باشد به شهر دست نیابد. در شهر نیازی به یاری سپهدار نیست اگر او میخواهد کاری انجام دهد به تونکابون رفته از آنجا بیرق آزادی خواهی را بلند کند که یاری بهتر آن خواهد بود پاسخی است که سردار و سالار دادند و نمایندگان انجمن و دیگران آن را راست داشتند و پس از چند روزی سپهدار از کنار تبریز بازگردید و خواهیم دید که در تونکابون به چه کارهایی برخواست. ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ای ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 ارائه از بنیاد آینه